با وجود اینکه از سال جدید تنها چند روز گذشته شالیکاران مازنی نخستین نشای مکانیزه برنج کشور را در روستای فیروزکلای آمول انجام دادند. آب و هوای مناسبی که در منطقه ایجاد شده، نشای برنج زودتر از سالهای قبل تونسته انجام بشه. یک هفته تا ده روز نشاکاری‌های ما جلو افتاده. کشت مکانیزه بیشترین محصول تو منطقه میگیریم. سال گذشته بالغ بر 102 میلیارد تومان تحصیلات 15% 5 ساله برای خرید ماشین‌آلات و ادوات در اختیار کشاورزان قرار دادیم. و امسال هم قطعا همین سهمیه رو داریم. بر اساس برنامه 75 هزار هکتار از حدود 200 هزار هکتار شالیزار مازندران امسال مکانیزه نشا می شود. در 2 ساعت یا 3 ساعت 1 هکتار زمین میتونه نشا کنه. کاشت و داشت و برداشت اگه خوب انجام بشه هکتار 1 تن اضافه محصول داره. هکتار اگر 800 تومن نشا بکنیم، ولی در صورتی که کشت سنتی میشه 1500. نشای مکانیزه و آن هم زود هنگام مزایای زیادی از جمله کوتاه شدن دوره کاشت تا برداشت و قابلیت کشت دوم را دارد. زمین زیادی رو میشه در طی روز آماده سازی و انجام بدیم. سنتی چقدر آماده سازی میشد؟ الان مکانیزه چقدر آماده سازی میشه؟ سنتی روزی 5000 متر، الان تا روز 15000 متر، حتی بیشتر. از حدود 550 هزار هکتار شالیزار کشور حدود 2 میلیون و 300 هزار تن برنج تولید می شود که مازندران با تولید نزدیک به 950 هزار تن رتبه نخست کشور را داراست. ما بتونیم امسال یک الگوی متفاوتی را برای مدیریت عرضه و تقاضا انشالله اجرا بکنیم. مصرف کننده‌های بزرگ رو ما قانع کردیم که بیان و از برنج مازندران استفاده بکنن. با نشای زود هنگام برنج امسال پیش بینی میشه که برداشت نیز از 15 تیر ماه در استان آغاز بشه. حمید رضا پایدار، شبکه خبر، آمول.